أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائهم و مخالفیهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث این جلسه ما راجع به ورود اسراء اهل بیت عصمت و طهارت به شام علی القول المشهور روز دوم ماه صفر و به روایتی روز اول ماه صفر اسرا وارد شام شدند، یعنی 20 روز بعد از واقعه کربلا. وارد شام شدن اونها اینقدر دردناکه که وقتی از امام زین العابدین سوال میکنه کجا بر شما سخت گذشت و قاعدتاً امام زین العابدین باید بفرمان سخت‌ترین منازل ما کربلا بود، جایی که تمام جوانان ما را به شهادت رسوندن و پدرم را به شهادت رسوندن با لب تشنه، ولی امام زین العابدین فرمودن اشام اشام سه مرتبه فرمود سخت‌ترین جایی که بر ما سخت گذشت سرزمین شام بود. چرا سرزمین شام سخت بود؟ چون همه دشمنند، همه دشمنند. اینها از قبل سالها برای اینها تبلیغ کرده که امیرالمؤمنین را صبر و جسارت می‌کردن، مدت 70 سال در 70,000 منبر این خطبای درباری وقتی می‌خواستن صحبت بکنن اول حمد و ثنای الهی را می‌گفتن، بعد صبر و جسارت به امیرالمؤمنین می‌کردن، بعد خطبه را شروع. وقتی که شام یک چنین جوی داره که حتی داره وقتی که ابوالعباس صفاح به خلافت رسید یه عده از این شیوخ شامی اومدن باش بیعت کردن، گفتن ما تا حالا نمیدونستیم، فکر میکردیم که رسول الله فقط یه قوم و خویش دارن بنی امیه هست، ما فکر نمیکردیم غیر از بنی امیه رسول الله اقوامی داشته باشه، ما فقط فکر میکردیم اقوام رسول الله بنی امیه هست. یه همچی تبلیغاتی کرده بود. خب جایی که یک چنین تبلیغاتی کردن وقتی که این اسرا رو وارد میکنن و یزید تبلیغ کرده که من پیروز شدم بر دشمنانم و مردم همه شدیدن جشن گرفتند و مست میکنند و لباس های نو میپوشند و شمشیرها رو برهنه کردند و جلوی این اسرا هی شمشیرها رو نمایش میدند و یه عده با شیپور و یک عده با تبل و یه عده با دهل و یک عده با وسائل دیگر اومدند و نوازندگان می نوازند و یه عده‌ای می رقصند و از بالا و از پایین و به اسرا جسارت می کنند و زخم زبان می زنند و خیلی از این چیزها هست که اومدند به امام زین العابدی چی گفتند، به حضرت زینب چی گفتند، به بقیه اسرا چی گفتند. اینها خیلی ثبت شده، ولی دوتا مسئله هست. یکی خطبه حضرت زینب است در جلوی یزید. بل اتفاق تمام مورخین معتقدند اون چیزی که حکومت بنی امیه را متزلزل کرد خطبه حضرت زینب در مجلس یزید بود. شاید مثلا نیم ساعت بیشتر صحبت نکرده حضرت زینب، شاید هم کمتر صحبت کرد، ولی چنان زیر و رو کرد و چنان این اثراتش باقی ماند که بنی امیه متزلزل شد و رو به ضعف رفت
تا نابود شد بعد از این خطبه حضرت زینب. و یکی هم خطبه امام زین العابدین در مسجد شمس و در جلوی یزیده که به یزید گفتن اجازه میدیم من برم رو منبر. خطیب درباری رفت جسارت کرد به امیر المومنین و امام حسن. حضرت امام زین العابدین فرمودن وی حک ایها الخاطب اشتریت مرضات المخلوق و سخط الخالق و تبوأ مقعدک من النار. بعد فرمودن اجازه میدیم من برم رو این چوب با صحبت کنم. یزید اجازه نداد. اطراف یا اصرار کرده گفتن یزید آخه این جوانه اسیر توه، شرط اول این که یکی خطیب بشه اینه که پا منبر یه حرفش رو گوش بدن دوستش داشته باشه. این پا منبریاش همه باش دشمنن. کسی که پا منبریاش همه باش دشمنن اگر افصح فصحا باشه، اگر خطیب ترین خطبا باشه نمیتونه صحبت کنید. یزید گفت نه انهو من اهل بیت قد زق العلم زق. شما این را نمیشناسید. این سعد المنبر لم ينزل الا بفضیحتی و فضیحت آل ابی سفیان. امام زین العابدین رفتند و زیر رو کردند بنی امیه. این دوتا خطبه، خطبه امام زین العابدین، خطبه حضرت زینب، تا یزید بنا کرد شعر بخونه، مورخین ثبتش کردن، تا چشمش به اسرا افتاد گفت لعبت هاشم بالملک فلا خبر جا اولا وحی نزل. یا گفت یا لیت اشیاخی به بدر شهید. و از این اشعار کاشکی پدران من بودن، کاشکی پدران من میمدن دیدن من انتقام بدر را گرفتم، انتقام احد را گرفتم. بعدم استناد کرد به آیه قرآن قل اللهم مالک الموت تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. شروع کرد به این آیه استناد کردن. حضرت زینب بلند شد فرمودن ای پسر امن العهد ابن طلقا، واقعا خورد کردی یزید را، این از عدل توی پسر طلقا. طلقا کیان؟ طلقا آزاد شده ها. فرمودن جد من رسول الله شما را مثل یه برده اسیرتون کرد، منت گذاشت بر شما بنی امیه آزادت میکنی از عدل تو ای پسر آزاد شده که زنهات رو پشت پرده ها مخفی کرده، ناموس رسول الله رو شهر به شهر و دیار به دیار در جلوی چشم نامحرمان گردونده، این از عدل تو. شمخت انفک بینید را فور باد کرده، باد تو دماغت انداخت، با گوشه چشم دو مجلس نگاه میکنی، تو فکر کردی تو عزیز شدی، ما خار شدی، محلا محلا صبر کن، یه مقداری صبر کن، تو چه اتفاقاتی میفته. شروع کردن با یزید خیلی به تندی صحبت کردن، به قدری این سخنرانی حضرت زینب این اهل مجلس را تحت تأثیر قرار داد. یزیدی که معروف بود به فصاحت، یزیدی که معروف بود به شعر و شاعری، یزید همینطور ساکت ماند. حضرت زینب 22 روز از اسیر است، 22 روز از داغ عزیزترین عزیزانش بر گوشه جگرش است، 22 روز است دارن شهر به شهر دیار به دیار اسرا را میبرند. حضرت زینب هم وظیفه دارد از این اسرا نگهبان، هم امام زین العابدین در اون زمان بیماری داشتن، حضرت زینب پرستاری امام زین العابدین رو داشتن، هم داغ برادر، فرزندان برادر، فرزند خود حضرت زینب. ما در تاریخ اونچه که ثبت شده حضرت زینب فقط یه شب نمازش رو نشسته خوند، اونم شام عاشورا بود. حضرت زینب چه شخصیتی؟ 22 روز است که اینا اسیرش کردن. بعد از 22 روز چنان با یزید صحبت کرد و چنان یزید را بر سر جایش نشان که بعد از این جلسه و بعد از جلسه مسجد شام در حضور امام زین العابدین یزید بنا کرد اظهار پشیمانی کنه. گفت من نبودم دستور به قتل دادم،
عبید الله زیاد بوده، خدا لعنت کند پسر مرجان را، خدا لعنت کند پسر زیاد را، من نگفته بودم که اونها امام حسین را بکشند، اونها سر خود کشتند. به حضرت زینب گفت خون بهای برادر چقدر میشه، بیا من خون بها را پرداخت کنم، که حضرت زینب فرمودن یزید خیلی بی حیا هستی، تو تمام دنیا را که بدی خون بهای یک تار موی حسین نخواهد شد، تو بخوای به ما خون بها بدی. بعد امام زین العابدین را خیلی شروع کرد عزت گذاشتن، احترام گذاشتن. یزید تا امام زین العابدین وارد نمیشد دیگه نهار نمیخورد، شام نمیخورد، سر سفره تا امام زین العابدین نمیومدن اون دست به غذا نمیبرد. بعد از این جریان ها دستور داد که یه کاروان این را با عزت و احترام به مدینه برگرداندن. این اثر چی بود؟ اثر خطبه حضرت زینب بود. یه جریان دیگری هم که تاریخ های مختلفی، حالا من نمیخوام وارد سند تاریخ بشم، اتفاق افتاد در شام، شهادت طفل 3 ساله حضرت ابا عبدالله حضرت رقیه است. اینجا شهر شامه، مرکز خلافت امویه، بنی امیه سالها بر اینجا خلافت میکردن، هنوز آثار خلافت بنی امیه در شام هست، هنوز بسیاری از اهل شام دشمن اهل بیتن. چطور میشه یک دختر 3 ساله قبرش در اینجا اینقدر باید معجزه بکنه و اینقدر کرامت داشته باشه که هنوز بعد از سالهای سال این قبر بر سر جاش بمونه؟ دختر 3 ساله امام حسینه. یکی از چیزهایی که واقعا دلخراشه و دل آدم را آتش میزنه شهادت دختر 3 ساله امام حسین است. اینقدر این شهادت جان سوزه و اینقدر دردناکه که بعضی از بزرگان اصلا نمیتونستن تحملش رو بکشن. یکی از شاعر یه شعر میگه، واقعا شعرش بسیار زیباست، من حسن ختام کلام هم میباشه، یه بچه وقتی که بابا بغلش میکنه، بابا دستش بزرگه، پدر دستش بزرگه، بچه 3 ساله را بغل میکنه، ولی بچه 3 ساله که نمیتونه بغل کنه پدر را، یه همه جا پدر بچه 3 ساله را بغل میکنه، چون دستهای پدر بزرگه، بچه 3 ساله کوچه. اما در خرابه شام قضیه برعکسه، این دستهای کوچک این بچه هست که پدر رو بغل میکنه. و واقعا شعر بسیار جانسوزیه، اینقدر این شهادت حضرت رقیه جانسوزه که تا فرمود عمه جان من بابام رو میخوام، اینا یه مقدار تحمل کردن دیگه این خرابه تاب نیاورد، همه زدن به شیون، همه به گریه. ببینید چه خبر شد، صدا به کاخ یزید رسید، یعنی چقدر اینا شیون کردن، چقدر صداشون بلند شد که یزید گفت چه خبر است، برید چه خبر شد، که بعد گفت سر بریده رو بری جلوی این بچه. خب یکی از جانسوزترین وقایعی که در قیام امام حسین اتفاق میفته شهادت طفل 3 سال، بسیار جانسوزه. این است که خیلی هم مجرد دیگه این حسن خطاب ما به این شهادت طفل 3 ساله امام حسین بود. انشاءالله از همه التماس دعا و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین. السلام علی الحسین وعلى آل الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى عشق دو دلبر را شنیدن مشکل است.
قصه عشق دو دلبر را شنیدن مشکل است، بار این غم را به دوش دل کشیدن مشکل است. کربلا عشق است، اگر هستی خریدارش بیا، کیمیای عشق را ارزان خریدن مشکل است. در کنار علقمه خفته علمداری جوان، در کنار علقمه خفته علمداری جوان، دیدن عباس اندر خون تپیدن مشکل است. هر دو دستانش جدا و تیری اندر چشم او، تیر را بیده است از دیده کشیدن مشکل است. راهی میدان شد اکبر، دیده بر راهش حسین، قامتش را آخرین لحظه بدیدن مشکل است. قاسم اندر خاک و خون دیدی چگونه حجله چید، قاسم اندر خاک و خون دیدی چگونه حجله چید، در محیط جنگ و میدان حجله چیدن مشکل است. شد گلوی خشک اسقر هدف تیر بلا، خون سرخ از خنجر کودک چکیدن مشکل است. کربلا میدان عشق است و حسین مولای عشق، اندر این میدان بدینسان آرمیدن مشکل است. شمر ملعون از قفا رأس حسین را می برید، دیدن رأس برادر را بریدن مشکل است. ساربان دیدی که خاتم همراه انگشت برد، از بر انگشتر انگشتی بریدن مشکل است. از پریشانی زمین می خورد زینب دم به دم، همچنان پروانه روی گل پریدن مشکل است. همچنان پروانه روی گل پریدن مشکل است. یارم روزگارم شام شام، نوبت شرح ورود شام، شام شهر محنت و رنج و بلا، شام یعنی سخت‌تر از کربلا، از جهنم شوتر اهل بیت از کربلا، مظلومتر در ورود شام از شمر لعین، کرد خواهش ام کلثوم حزین، کی ستم گر بر تو دارم حاجتی، حاجتی بر کافر خواهی ام را بری در شهر شام، از مسیری بک نبود ازدهان،
آیشه میشه با ما دشمنم، با ما خصومت دارن، اگه میخوای ما را ببری توی این شهر از یه دروازه ببر، جمعیت کم باش بلکه کم تر، دور اطرت صف زنن پای سرهای بریده کف زنن. لا اله الا الله یا ابن الحسن، با دل ام جالت چه کردن؟ آن جنایت پیشم، آن خصم رسول برخلاف گفته دخت بتول، داد خوب ستینت خود را نشان، برد از دروازه‌ام ساعت شایان. چه کردی نانجیم؟ یه دروازه انتخاب کرد از شلوغ‌ترین دروازه‌های شام. آخ بمیرم 27 محرم قافله رسید شام، اما این قافله را نگه داشتن پشت دروازه. سادات چرا برو را نمیدید؟ برای چی اذن ورود به ما نمیدید؟ گفتن صبر کنید، هنوز آذین بندی تکمیل نشده، صبر کنید زنای آواز خود نیومدن. آقا چه میخواد بکنن بودم افمن؟ از دروازه ساعت واردشون کردن، عجب استقبالی کردن، پشت آن دروازه خلقی بی شما رخت نو پوشیده دست و پانگار. آخ بمیرم بهر استقبال با ساز و دهول، سنگشون در دست جای دست گل، اومدن به سر زینب سنگ بزن، ریختن از هر طرف زنهای شام، آتش و خاکستر از بالای بوم. سر کی میخوان بریزن؟ دلشو داری برات بگم؟ آخ زینب مظلومه بود و گرد وی 18 خورشید بر بالای نی، 18 آینه حق الیقین، 18 صورت ز صورت آفرین، 18 ماه به خون آراسته، با سر ببریده بر پا خواسته. آخ بمیرم آن سوی محمل سر عباس بود، آن سوی محمل سر عباس بود، رو به رو با رأس خیر و ناز بود. بی بی بین ای دو سر بریده قرار گرفت، ماه لیلا جلوه‌گر بر نوک نی، جوون دارا گه به عمه گه به خواهر چشم وی، بس که بر آل علی بیداد رفت داستان کرد.
پذیرایی کردن. خصم بد آیین به جای احترام کرد اعلان بر یهودی هایشان. یهودی ها این اسیران اطرت پیغمبرن، پرده پوشان حریم داورن. بگم این سر فرزند پاک حیدرن، روز روز انتقام خیبرن. یه زن یهودی جلو میدوید داد میزد، یهودیان اونایی که توسط علی بابای اینا یتیم شدی، بیاید ببینید بچه های علی رو. عجب تا این خبر بر یهود اعلام شد، شام ویران شامتر از شام شد. بگر چه کردن؟ یتیم نوازی کنی امشب؟ آنقدر آل پیمبر را زدن، دختران ناز پرور را زدن، خنده های فد بر لب می زدن، زخم ها بر قلب زینب می زدن. وارد شام خرابم کردن، خارجی زاده خطابم کردن، بر سر نی سر بابم کردن، خوب از داغ کبابم کردن. چون که پرپر گل باغم دیدم، دف و نی چاره داغم دیدم. سهل ساعدی غلام ابی عبدالله میگه اومدم جلو تا رسیدم کنار امام سجاد، سلام کردم، با تعجب نگاه کرد و جواب داد. در میان همه مردم شام یک نفر بود به من کرد سلام. برمودم دارن سنگ میزنن، زخم زبان میزنن، تو کی هستی سلام میکنی؟ عرضه داشتم آقا سهل ساعدی غلام بابا تو حسینم. آقا امری خواسته ای دارید انجام بدم؟ یه نگاه کرد فرمود آی سهل پول همراهت داری؟ سکه و درهم و دینار داری؟ آری آقا. فرمود چند تا از این درهم و دینارا به این ظالما بده، سرای بریده رو از کنار محملا دور کنن، نامحرم نابوس کبریا رو نبینه، کمتری اجنبی ها به امنه هام نگاه کنن. دستورش رو عملی کردم، برگشتم آقا امر دیگه ای باشه. آی مریض آبا مریض دارا، آخه ای انگام ورود اهل بیت به شهر شام، داغای دل زینب تازه شده، داغ ام کلثوم، داغ رباب، داغ نجم مادر قاسم و عبدالله، آخ داغای دل امام زین العابدین. گفتم و دعاتون کنن این سیده بگه با همش بریدی. آقا امر دیگه ای داری؟ فرمود آی سل پارچه همراهت داری؟ آقا پارچه میخوای چه کنی؟ فرمودای سر چل منزله ای قل و زنجیر، گردن من غریب را آزار داده، دیگه طاقت ندارم، یه مقدار پارچه میخوام بذارم روی جراحت گردنم. چون که فرفر گل باغم دیدن، دفنه چاره داغم دیدن. خواهرانم به اسیری سوی شام آوردن،
بیا با عبدالله. حالا که آقا میخواد روزه بخونه جیگرا بسوزه بران، خواهرانم به اسیری سوی شام آوردن، بهر ما هدیه سنگ از لب بام آوردن، حرم خاص خدا مجلس عام آوردن، بسته در نزد یزیدم چو غلام آوردن، زد یزید از ره بیداد به پیش نظرم، چوب خزران به لب فیض بیان پدرم، یه جمله بگم عرضم تمام، چه کردن با این دلای سوخته، عجب تسلیت دادن، یه وقت دیدن سر بریده رو میان تجابندن، شروع کرد قرآن خوندن، آخ بمیرم، همین که شروع کرد به خوندن قرآن، یه وقت دیدن یزید خیزرانشو برداشت، عزیز دارا دختر دارا، از سفر میای در خونه میزنی، اول بچه کوچولوت میاد دم در، مگه غیر از اینه؟ تو در میزنی میگه کیه؟ میگه بابا منم. روشو بر میگردونه میگه مادر صدای بابام داره میاد، چای سر قرآن خون، یه وقت رو بیه گفت به صدای بابام داره میاد، جسارت کردن یه بد زبان حال دارم، اومد جلو گفت ای چوب خیزر رو، هر کی هر حاجتی داره، مریض داره، گرفتاره، ای چوب خیزر رو تو ادب کن، فرو نیام، خود را به جای بوسه خیر البشر نزن، یزید این لب، این لب، این لب هزار بار مرا بوسه داده، این لب هزار بار مرا بوسه داده است، گر میزنی برابر دختر دگر مزن ظالم، چه او از ره رسیده، مزن ظالم، چه او از ره رسیده، لبان غنچه مزن ظالم، مزن ظالم، چه او شاه جهان است، آخ تو را ای بی مروت میهمان است، خروش زینب همه رو تکون داد، پاشد و فریاد زد یزید نزد، اگه میخوای بزنی لااقل بزایی بچه یتیم و از مجلست بیرون بره، یزید ظاهرن این چوب و بر لب میزنی، ظاهرن این چوب و بر لب میزنی، ظاهرن این چوب و بر لب میزنی، باطنن بر قلب زینب میزنی، این دو لب را چون پیمبر می مکید، زین مکیدن قلب زینب می تپید، یزید حالیا با چوب می آزاریم،
زخم کاریش چوی چوب میرفت بالا دست بچه ها میومد بالا تا به این لبا دل میخواد بچه ها دستاشون رو به صورت میزدن یا مزن چوب جفا را بر لب و دندان او امام زمان گفتم و دعاتون کرده یا مزن چوب جفا را بر لب و دندان او یا بگو بیرون روند از مجلس تفلان او یزیدی بچه ها دیگه طاقت ندارن به ابی انت و امی یا مولا یا ابا عبدالله.